با سلام خدمت دوستان گرامی. دوستان، نکاتی رو در مورد هرس درختان خدمت شما عرض می کنم که این نکات اگه در زمان هرس روی درختان مختلف رعایت بکنین، میتونین به راحتیتون درختتون رو هرس بکنین. سال اول وقتی نهال کاشته میشه، از حدود 1.5 متر تا از 1 متر تا 1.5 متر سربرداری انجام میشه که این سربرداری اتفاق افتاده. بعد از سربرداری 3-4 تا جوانه به رشد خودشون ادامه میدن و یک فرم جام مانند به خودش میگیره که با تقویت و هرس درست این شاخه ها میتونیم فرم درختمون رو شکل بدیم. این درخت بادام و سال سومشه. خب، ما این سربرداری انجام دادیم، پس این شاخه های جانبی رشد کرده، امسال سال سومشه. اولین کاری که میکنیم این شاخه هایی که پایین تر از این نقطه فرم درخت ما رشد کردن همه رو باید بزنیم. ببین، این شاخه ها باید حتما قطع بشه و روش قطع کردن این شاخه حتما باید از زیر شاخه قطع بشه که پوست بتونه اینو پر بکنه و ترمیم بکنه. تمام این شاخه ها رو پس من الان قطع میکنم. ببینید، تمام شاخه ها از ته قطع میشه. خب، این شاخه رو من هم میتونم نگه دارم، به این طرف هدایتش کنم، هم میتونم قطع کنم اینجا. اگه بخوام با همون 4 تا شاخه فرمش شکل بدم، اینو باید قطع کنم. ولی اگه بخوام نگه دارم، اینم مشکلی نداره. روی این شاخه ها حالا باید جوانه های رویشی و زایشی رو از هم تشخیص بدیم. جوانه هایی که به این شکل باریک هستن و در شاخه های 1 ساله بیشتر اینا موجودن، اینا شاخه هایی هن که اینا جوانه هایی هن که رویشی هن، فقط رشد میکنن. و جوانه هایی که زایشی هن و تبدیل به میوه میشن، این جوانه های حالت چاقترن اینا. پس این تشخیص نوع جوانه. حالا ما میخوایم این شاخه رو فرم بدیم. شاخه هایی که مستقیم اومدن بالا و راست عمود اتفاق افتادن، این شاخه ها هیچ کدوم تبدیل به میوه نمیشه، یعنی هیچ کدوم از این جوانه های این شاخه تبدیل به میوه نمیشه. پس اینا رو باید حتما قطع کنیم. این نکاتیه که تقریبا در تمام درختان باید رعایت بشه. این شاخه رو و اینا رو. اینا شاخه های عمودی هن که باید قطع بشن. خب، اومدیم انتهای این شاخه. اینجا 3 تا شاخه، 2 تا راست رفته بالا و 1 زاویه داره. شاخه هایی که به شکل زاویه دار رشد میکنن، اینا رو میتونیم نگه داریم برای سالهای آینده که ازشون میوه بگیریم. پس این 2 تا شاخه عمودی هم قطع میکنیم، این یکی، این هم یکی. حالا این شاخه رو که ما میخواستیم نگه داریم، تقریبا از 1/3 انتهایش نگه میداریم و از جایی قطع میکنیم که جوانه روبه بیرون داشته باشه. این هم جوانه روبه بیرون. اگه شما از اینجا قطع کنین، این جوانه رو به بالا رشد میکنه، ولی اگه از اینجا قطع کنین، این جوانه به پایین رشد میکنه که جوانه هایی که به زاویه دار رشد میکنن تبدیل به میوه میشن بیشترشون. خب، این یک نمونه از این شاخه. شاخه های بعدی هم به همین شکل. الان اگه من این شاخه رو باید نگه دارم، این شاخه رو 1/3 انتهاییشو از جایی قطع کنم که این جوانه رو به بیرون باید بمونه، آخرین جوانه که میخواد بمونه. اینم از این. شاخه های بعدی هم به همین شکل. مثلا این شاخه باید قطع بشه چون به داخل درخته. شاخه هایی که به داخل درخت میان حتما باید قطع بشن، چون اینا هیچ مزیتی ندارن، هم مسیر جریان هوا و آفتاب به درخت جلوش میگیرن، هم اینکه اینا هیچ باری به ما نمیدن، فقط نیرو و انرژی درخت میگیرن. این مدل شاخه‌ها رو هم پس باید قطع کنیم.
الان این شاخه من قطع کردم، ببین این راست رفته بود بالا به این شکل، به این شکل رشد کرده بود، پس اینم من باید قطع کنم و یک شاخه به این شکل نگه دارم که زاویه داره و اینم از این نقطه که گفتیم یک سوم و اون جوانی که رو به بیرونه. تقریبا تمام این شاخه ها رو به همین شکل باید هرس بکنیم که تقریبا یک فرم مرتب و درستی این بادام به خودش میگیره و در سالهای آینده هم به همین شکل بر اساس اون بار و بر اساس اون فرمش ما میتونیم اینا رو هرس بکنیم.